سقوط یک هواپیمای بوئینگ مسافری در اوکراین. رسانه ها از سقوط یا سرنگونی یک فروند هواپیمای بوئینگ 777 خطوط مالزی که در حال عبور از آسمان اوکراین بود خبر دادند. برخی میگویند هواپیما با موشک زمین به هوا در شرق اوکراین هدف گرفته شده. به گفته شاهدان این هواپیما در حالی در شرق اوکراین پیدا شده که کاملا در آتش میسوخت. وزارت کشور اوکراین از کشته شدن همه 295 مسافر این هواپیما خبر داده. روسگرایان منطقه دونتسک در شرق اوکراین نیروهای دولتی این کشور را مسئول سرنگونی هواپیمای مسافر بری مالزی اعلام کردند. نخست وزیر اوکراین هم با اعلام اینکه این هواپیما از آمستردام به پرواز درآمده بود دستور تحقیق داده است. اوکراینی ها میگویند کار نیروهای مسلح اوکراین نبود. بالا گرفتن تنش بین روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپایی. آمریکا و اروپا اعلام کردند تحریم های جدیدی ضد روسیه بر سر ماجرای اوکراین اعمال میکنند. بالا گرفتن تنش‌ها بین روسیه و آمریکا بر سر اوکراین. آمریکا که برای گسترش حوزه نفوذ خود به سمت شرق در نبردی سیاسی اقتصادی با روسیه بر سر اوکراین درگیر است، تحریم‌های جدیدی ضد روسیه وضع کرد. یک بانک، شرکت روسنفت، معاون دومای روسیه، وزیر امور کریمه و یکی از مشاوران پوتین از جمله هدف‌های تحریم جدید است. And financial institutions. Along with our allies, with whom I've been coordinating closely. من امروز با توجه به ادامه تحریکات روسیه در اوکراین تحریم‌های جدید علیه برخی از شرکت‌های بزرگ روسیه و مؤسسات مالی را امضا کردم. ما دارایی چند شرکت دفاعی و برخی از بانک‌های مهم روسیه و شرکت‌های انرژی را مسدود کردیم. این تحریم‌ها مهم و هدفمند هستند و هدف اون به حداکثر رسوندن تأثیر بر روسیه و محدود کردن اثرات جانبی اون بر شرکت‌های آمریکایی و متحدان ماست. در دنبال روی از آمریکا، سران اتحادیه اروپایی نیز در نشست بروکسل با وجود اختلافات تصمیم‌های ضد روسیه گرفتند. با این حال اعضای اتحادیه اروپا که به شدت وابسته به گاز روسیه هستند و برخی از آنها نظیر ایتالیا و آلمان دارای مناسبات اقتصادی عمده‌ای با مسکو هستند، درباره اینکه در زمینه تحریم‌ها تا چه اندازه پیش بروند دچار اختلاف شدند. تصمیم گرفته شد تحریم ها در سطح اشخاص و گروه هایی که به جدایی طلبان کمک کردند افزایش یابد و تا آخر ژوئیه لیست تحریم ها آماده شود. لازم است در این نشست پیام و اقدام روشنی برای روسیه داشته باشیم. مقامات روسیه هم گفتند با اتخاذ اقداماتی دردآور به آمریکا و اروپا پاسخ خواهند داد. مدودف نخست وزیر روسیه گفته ممکن است روابط آمریکا و روسیه به 30 سال پیش بازگردد. پوتین رئیس جمهور روسیه هم که در سفر آمریکای لاتین است با بیان اینکه ما خواهان حل بحران اوکراین هستیم هشدار داد اقدام آمریکا ممکن است روابط دو کشور را به بنبست بکشاند. بدون تردید در این مسئله تحریم ها روابط آمریکا و روسیه را به بنبست خواهند کشاند و خسارات زیاد و طولانی مدتی برای دولت و مردم آمریکا به بار خواهند آورد. قطعا شرکت های نفتی و گازی آمریکا نخستین قربانیان تحریم های جدید این کشور علیه روسیه محسوب می شوند. اوضاع در شرق اوکراین متشنج است و دولت مرکزی با متهم کردن روسیه به اینکه یک هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده است، نیروهای اضافی برای مقابله با روسگرایان فرستاده است. روسگرایان می گویند 50 نظامی اوکراین را کشتند. شکافی که زخم اوکراین بین روسیه و غرب ایجاد کرده به این راحتی سر بسته شدن ندارد.